بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شروع میکنیم درس امروزی ما را. درس روز قبلی موضوع ما تا ایجور ایفن گریت بود. امروز زیادتر بخش نتورکینگ هستیم. کمپیوتینگ دیگه تقریبا خلاص است. یک دو آپشن سه آپشن مانده صحبت. یکی از سرویسس هایی که در قسمت کمپیوتینگ ایجور است او است به نام سرویس فابریک که ما شما داریم. میتونیم میره کریت هم بکنیم از سرویس های ایجور. ایجور فابریک، سرویس فابریک ببخشه. وظیفه چیست؟ وظیفه است به سافتویر هایی که خود مایکروسافت جور کرده، اپلیکیشن هایی که توسط خود مایکروسافت است یا سرویس هایی که خود مایکروسافت داره، اونا را اوپن استاندارد کرده. یعنی میفهمین که مایکروسافت اپلیکیشن هایش بای دیفالت اوپن استاندارد نیست. میتونیم تغییرات بیارندش؟ نه. هیچ ما چینجز آورده نمیتونیم، مثل اسکایپ را، مثل SQL دیتابیس را، مثل داینامیکس آفیس 365، اینا را ما هیچ تغییرات آورده نمیتونیم. ولی در سرویس فابریک امی قابلیت بر ما شما داده که ما میتونیم امی کامپوننت های ازیرا، امی انفرسترکچر را که در ایجور ما داریم به شکل اوپن استاندارد بتونیم خود ما کستومایز بکنیم. دیش چی کنیم؟ تغییرات بکنیم. ای از قابلیت های چی به حساب میره؟ سرویس چی؟ فابریک. که مثلا گفته اسکایپ بزنس هست، میتونین تغییرات بریندهش. انتیون هست، دیگه ایون هب هست، دیتا فکتوری هست، دیگه کاسموس دیتا بیس هست که در قسمت دیتا بیس ها ما میخوانیم، اسکیل دیتا بیس هست، کاندورا هست و دیگه آفیس هست. اینی ها رو ما میتونیم به شکل اوپن استاندارد چینجز بیاریم و نظر به کستومایزیشن خود هر چی که می‌خواستیم جور کنیم. دیگه داریم یک آپشن دیگه است به نام بچ هست. ما شما این در نوت پد هم داریم. در ویندوز ها مگنیفایینگ مثال شو بر شما کار می‌کنم. اگر ما شما بخوایم بچ در کل بر تسکای است که ریپیتلی ما شما از او استفاده. مثلا اگر ما بخوایم یک یوزر جور کنیم، باید بریم در کجا؟ بریم در کنترل پینل، بریم در کدام قسمت؟ یوزر اکاونت. بریم منیج انادر اکاونت، اینجا میتونیم کرییت نیو اکاونت بزنیم، اکاونت جدید کرییت کنیم. یک دانه ما میتونیم کرییت کنیم او رو عضو گروپ ادمنستریتور کرده بریم. این بسیار وقت میگیره برموش. یک راه حل دوام داره. بریم در سی ام دی، بریم نت یوزر، مثلا یوزر چی؟ احمد. احمد با پسورد مثلا ABCD CMD. بعد CMD خود چی بگیم؟ run as چی؟ administrator. مثلا میگیم net user، یک یوزر میخواییم به نام احمد، پسوردش ABCD یک دوسته باشه، add کن برای ما شما. add میتونیم net user بگیم، برای ما شما نشان میت administrator داریم، احمد داریم، ابراهیمی هست، guest هست و دیگه گروپ ها. ای آسان تر میشه. دیگه یوزر بخواییم بازم این اروکی بالا رو میزنیم، احمد چینج میکنیم، عد میشه. ما میتونیم این کار رو به صورت بچ انجام میکنیم. بریم در نوت پد، بگوییم چی؟ نت یوزر مثلا سلاش جمال، پسوردش ای بی سی اد یک دو سه، سلاش عد. باز کپی پیست میکنیم، فقط چی تغییر میتونیم و شما؟ یوزر نیم. مثلا نگیم دیگهش باشه به نام یوزر دو، دیگهش باشه به نام جان، دیگهش باشه مثلا به نام فهیم اگزم، این دیگهش باشه به نام چی باشه مثلا جواب. حالا اینی رو باز ما میریم میگیم فایل سیف اس. سیف اس میکنیم در کجا؟ میریم در دسکتاپ سیف میکنیم، میگیم به نام آل فایلز باشه به نام یوزر داد بی ای تی. بی ای تی یعنی چی مونو؟ بچ. سیف. من اینجا 4-5 تا مثال زدم، شما میتونید زیاد کلیک کنید. وقتی که سر از اینی کلیک میکنیم، دمو یک کلیک ما اون موقع یوزر چی میشه؟ کلیک میشه. میتونیم بریم در سی ام دی و نت یوزر ران از ادمنستریتور بگیم. یس CMD net user. سعی کنیم کل یوزرهای ما چی شد؟ جور شد.
دوم یک. اگر بخوایم بک دفعه می امیار دیلیت هم بکنیم این شکل است. میریم مثلا اینجا بجای اد چی نوشته میکنیم شما؟ دیلیت. من اگر میریم دیلیت میریم دیلیت شما همه از اینا رو بجای اد چی نوشته میکنیم؟ دیلیت و اگر دانه دیگه که اول جد کده بیدیم او رو هم کپی میکنیم پیست احمد هم میگیم سیف میگیم سیف که بگوییم باز میگیم راست کلیک میکنیم میگیم رن از چی؟ ادمنستریتر. وقت رن از ادمنستریتر میکنیم با او شما باز میگیم در کجا؟ در سی ام دی برای ما او شما نشان میتا مثلا نیت یوزر اینجا بعد پسورد تایپ نکنیم میگیم تمام یوزرهای ما یک مثال بود ما برای شما کار کردم که ما میتونیم چندین دانه یوزر خود را بسیار به شکل آسان به این شکل جور کنیم و دیلیت کنیم و این حالت میتونیم ادیت کنیم نگه پس یوزرهای ما کلش چی شد؟ حذف شد. این چی ربط به این بچه ما و شما در اینجا داشتیم؟ این هم این کار میشه. اگر ما بخواییم یک دفعی برای یک بارگی ده ها دانه یا صدا دانه یا هزاران دانه ورچوال ماشین را وی ام را کرییت بکنیم یا وقتی کرییت کردیم بعد از چند وقت میخواییم اونا رو چی کنیم؟ دیلیت بکنیم. من ولی خودمون یکی خو یا تا نرا ورچوال ماشین اسکیل ست بود ای کس اوتوماتیک کم و زیاد بود ما و شما نیاز نداریم میره من ولی خودمون کم یا زیاد بود. ولی بعد که هست ما منوالی خود ما میتونیم میره اسکیجول بکنیم در یک تایم خاص مثلا بگویم 1 آگست 2021 که شد تو دونمو تاریخ دفتا اینمه قدر یوزر را مثلا 100 دانه یوزر را کرییت یا 100 دانه ورچوال ماشین بر ما چی کن؟ کرییت. میتونه این ورچوال ماشین ها لینکس باشه و میتونه چی باشه؟ ویندوز باشه. دیگه میتونیم در داخل از اینا دیتای خود را ذخیره بکنیم به خاطر استوریج. از چی استفاده میکنیم ما شما؟ گفتیم این بر تسکایی است که چی باشه؟ تکراری باشه. بر ما شما وقت کم و این موضوع دیگه که قبلا صحبت کردیم این حال خودش اینجا آمدیم میخوانیم ایجور دیدیکیتد هاست. ایجور دیدیکیتد هاست چیست؟ ما میگیم مشکلی که ما داریم بعضی سرویسس ها میخواییم که در داخل ورچوالایزیشن نمیشه یا ورچوال ماشین آپریتینگ سیستمش اپدیت است مثلا ویندوز سرور 2019 است ما میخواییم یک سرور داشته باشیم 2012 باشه قدیمی باشه و دل خود ما باشه میتونیم از ایجور یک دانه دیدیکیتد هاست دیدیکیتد هاست یعنی ایجور برای شما یک دانه فیزیکلی سرور میمانه اینو در انترنت وصل میکنه این میره آی پی آدرس شا بر ما و شما میتن ما میتونیم به دل خود هر چی که خواسته باشیم به داخلش نمیشون پروواید ا فیزیکل سرور داد هاست ون او مور ورچوال ماشین میتونیم داخل از یک یا چندین دانه ورچوال ماشین خودتان خواسته باشیم نمیشون مشکل نمیشون این سرور تنها دیدیکیتد مخصوص بر کمپانی ما و شما بر خود ما و شما است که ما میتونیم او رو به دل خود ما با کستمرهای دیگر با دیگر نفرها شیر بکنیم میتونیم دل ما شد اصلا شیر چی؟ نکنیم گفتم این مثل از این شما در سرور روم ایجور مایکروسافت یک دانه فیزیکل سرور خریداری کنیم این بود بخش کمپیوتینگ میم سر بخش چی صحبت میکنیم؟ میکنیم ما به حساب سرویسس های ایجور 4 دانه سرویس داریم که زیاد سرش باید فوکس کنیم یکی موضوع کمپیوتینگ بود که صحبت کردیم نتورکینگ است نتورکینگ نسبتا کم است دیگر استوریج است و بعد از استوریج چی میگه؟ دیتابیس که سر از اینی ها صحبت میگیم سر نتورکینگ نتورکینگ هدفش است اول من اگه تیوری بر شما تشریح کنم ما و شما آمدیم یا کانتینر جور کردیم یا آمدیم ورچوال ماشین جور کردیم فرق نمی کنه
در داخل چی جور کردیم همگی از اینا را؟ در داخل ای جور. مثلا ما داریم 10 دانه کانتینر، داریم 100 دانه ورچوال ماشین. اینی ورچوال ماشینا 100 دانش باید بین یکی دیگه ارتباط بگیره، کانتینرها باید بین یکی دیگه شان ارتباط بگیره. پس همراه چی نمیاره بین یکی دیگه شان ارتباط میتیم؟ همراه چی ارتباط میتیم؟ ورچوال چی؟ یکی یک فیزیکال نتورک نیست، چی از در واقع؟ ورچوال که اینیا در واقع هم میشن در یک سویچ مجازی وصل میشن، یک ورچوال سویچ. باز این ورچوال سویچ اینا رو بین یکی دیگه شان چی میکنه؟ ارتباط. اگر متوجه بودین هر وقت ما شما میخواییم یک دانه ورچوال ماشین کرییت بکنیم، دیگه بر ما شما میامد به ورچوال نتورکتان چی رو میخواد باشیم بر تنشان میتونم. میریم در یوزر ما لاگین میشیم، میریم مثلا میگه ما میخوایم یک ورچوال ماشین کرییت کنیم، کرییت ا ورچوال ماشین. باشیم که نه این در نوت ما ضعیف است، از او خاطر کم آستا کرد سه کنیم. در این قسمتش یکی بیسیک داریم که خود ویندوز آپریتینگ سیستم میران انتخاب میکنه. یک قسمت چی داریم ما شما؟ نتورکی، نه ورچوال نتورک. میگه شما در حال حاضر هیچ ورچوال نتورک چی نداره، بعد چی جور کنیم نیجه شما؟ یک دانه ورچوال نتورک کرییت کنیم. باز میریم ما شما کرییت میکنیم، پابلک آی پیش انتخاب میکنی چی باشه. خب ورچوال نتورک یک دفعه دیگه ما شما بعض گپایش خوانده بودیم، باز میخوایم براتون تکرار کنم. ورچوال نتورک ما شما همی ورچوال سویچ که هستک گفتیم میتونه سه رقم باشه. یک رقم میتونه باشه به نام چی؟ اکسترنال. یک نوعیت دیگه میتونه باشه به نام چی؟ آفرین، اینترنال. یک نوعیت دیگه داریم میتونه به نام چی باشه؟ پرایوت. اکسترنال، اینترنال و دیگه چی؟ پرایوت. اکسترنال اینی ورچوال ماشینا در داخل اصل خو اینا ورچوال است، در داخل یک داره چی میباشه؟ فیزیکال سرور. مثل فکر کن تمام اینی ورچوال ماشینا در داخل از اینی کامپیوتر ما باشه، این کامپیوتر خودش یک فیزیکال سرور است و اینی می سرور باز وصل است با دنیای چی؟ اینترنتی، در داخل کلاود. کامپیوترهای ما و شما در بیرون است دیگه، از طریق اینترنت ارتباط می. اگر ما نوعیت از این اکسترنال بگیریم، اینی کمپیوترها هم بین خود میتونن ارتباط بگیرن، هم با فیزیکال کمپیوتر یعنی فیزیکال سرور میتونن ارتباط بگیرن، هم میتونن با کجا ارتباط بگیرن؟ با دنیای بیرون. این چی میشه؟ اکسترنال. اینترنال خیلی چرا فرمست؟ اینترنال اینی ورچوال ماشینا بین خود میتونن ارتباط بگیرن و میتونن با فیزیکال سرور ارتباط بگیرن، مگم با دنیای بیرونی ارتباط گرفته؟ دیگه داریم به نام چی میگه میشه؟ پرایویت. پرایویت چرا خبه است؟ پرایویت ورچوال ماشینا با این یکی دیگه ارتباط گرفته میتونه؟ نه با دنیای بیرونی ارتباط گرفته میتونه، نه با چی ارتباط گرفته میتونه؟ فیزیکال سر. تمام ورچوال ماشینایی که ما شما ران میکنیم، بازم هرچند این ما گفتیم چندین بار در ورچوالایزیشن، اینا اصل در داخل یک فیزیکال سرور است. در داخل فیزیکال سرور اونا هایپروایزور استفاده میکنن. چی استفاده میکنن؟ هایپروایزور. ما باز در داخل هایپروایزور ورچوال، اینیا ورچوال ماشینای ما است، یا مثلا کانتینر استفاده میکنیم. کل گزینا به شکل ورچوال است، میتونه ورچوال ماشین باشه یا میتونه به شکل چی باشه؟ کانتینر باشه. باز داخل از این میاد یک دانه ورچوال سویچ است که همگی از اینا با اینی ورچوال سویچ وصل هستن. ما میتونیم ورچوال سویچ خود ویلن بندی بکنیم،
که از یکی دیگه جدا شوند، که اینال در سلایدان برتن تشریح میکنم. باز اینی ورچوال سویچ با این آی سی کارت سرور وصل است. این آی سی کارت سرور با دنیای بیرونی با چی وصل است؟ خب ورچوال نتورک مثل یک چی میمونه؟ پرایویت دیتا سنتر میمونه که قابلیت تزیر میتونه که ما میتونیم ایجور ورچوال ماشینا رو بین یکی دیگهشان ارتباط بدیم. مثل که ما اینی ورچوال ماشینا رو بین یکی دیگهشان ارتباط دادیم، اینی می در واقع توسط چی ارتباط میگیرن؟ ورچوال نتورک ارتباط. مثل ما بخوایم که کامپیوترهای شما رو ارتباط بدیم، یک دونه سویچ بعد اینجا بانیم، کل کامپیوتر رو توسط کیبل چی میکنیم؟ وصل. یا یک دن اکسس پوینت میمونیم، از اون اکسس پوینت های سفید کل یک کامپیوتر رو به شکل وایرلس چی شون؟ وصل شون. او فیزیکال گفتم میشه یه ورچوال. ورچوال نتورک قابلیت تزیر میتک که ورچوال ماشین های ما و شما که در دنیای ایجور است هم بین یکی دیگهشان ارتباط بگیرن، هم از طریق انترنت با نتورک که ما فعلا داریم دمی دیتا ستر ما دیج ارتباط با هر دویش. اگر کنین اینی در داخل ایجور است، دیتا سنتر ایجور است، با این یکی دیگه خدا مینا ارتباط میگیرن، دو دانه ورچوال ماشین، 3 تا، 4 تا، 10 تا، 100 تا، هرچی باشن. و اینی دیتا سنتر ما و شماست. در کجا است؟ در کابل. ما اینترنت گرفتیم، وصل کردیم سرور خود به کابل. میتونه از طریق از این ورچوال نتورک اینا بیای با سرور ما و شما چی کنن؟ ارتباط. اگر ما اینا رو در ورچوال نتورک وصل نکنیم، میتونه ارتباط بگیره؟ گفته ورچوال نتورک را مثل یک نتورک تردیشنال یا مثل نتورک خودتان فکر کنین که اونا را ستاپ میکنین در دیتا سنترتان، سویچ میمانین، کامپیوتر میمانین، همه گی از اینا را وصل میکنین. ایجور هم این شکل است. ورچوال نتورک قابلیت از این داره که ریسورسس های ما را از یکی دیگه جدا بکنه، هم میتونه جدا بکنه هم میتونه وصل کنه. جدا مثلا چی؟ مثال ما میایم اینجا دو دانه ورچوال نتورک کرییت میکنیم یا دو دانه سویچ کرییت میکنیم. مثال یک دانه ورچوال سویچ ده اینجا یا یک دانه ورچوال سویچ دیگه ده اینجا. کمپیوتر هایی که ورچوال ماشین هایی که ده این وصل است بین یکی دیگه شان ارتباط میگیرن. کمپیوتر ها و ورچوال ماشین هایی که یا کانتینر هایی که دیگه وصل است بین یکی دیگه شان ارتباط میگیرن. اینا که تزیا ارتباط گرفته میتونه؟ نه. چرا؟ چون سویچ هایشان ورچوال سویچ هایشان با یکی دیگه وصل نیست. پس در این حالت اینا رو ما از یکی دیگه چی کردیم؟ جدا ساختیم، آیزولیتد. اگر ما اینی سویچ هیچ کرییت نکنیم، بیایم اینی کامپیوتر ها رو دیگه وصل کنیم به اینی سویچ، اینا بین یکی دیگه چی میکنن؟ ارتباط میکنن. که در واقع یک جایی هم ما میتونیم جدا کنیم هم میتونیم اینا رو یک جای کنیم. دیگه ورچوال نتورک قابلیت تزیر میتک که به شکل سیکیور امن ما امو ورچوال ماشینایی که در ایجور داریم با دیتا سنتر خود با نتورک خود چی کنیم؟ وصل. مثال شما کار میکنین در کمپانی روشن، اینا ده دانه سرور داره در ایجور داره، ورچوال ماشین سرور داره در داخل چی؟ داخل ایجور. 20 دانه سرور دیگه داره در نتورک خود. اینی دو تار چطوری ارتباط داده میتونیم؟ توسط چی ارتباط داده میتونیم؟ ورچوال نتورک. ورچوال نتورک دیگه قابلیتایی که داره باز در سلاید های بعدی میخوانی، میتونه دیتا رو فیلتر هم بکنه، ترافیک فیلتر هم بکنه. مثلا میتونی بگی از این 10 دانه ورچوال ماشین کدام ترافیک ها تنها بیایه؟ مثلا HTTP بیایه تنها یا FTP بیایه تنها. میتونی تنها با ای دیفال یک دانه ورچوال نتورک تنها در یک دانه ریژن وصل شده میتونه، نمیتونه یک دانه ورچوال نتورک مربوط چندین دانه ریژن باشه. دیگه ما میتونیم چندین دانه ورچوال نتورک خودا در چندین دیفرن ریژن ریسورسز هایش کرییت کنیم. مثلا چطوری؟ مثلا شما آمدین 3 دانه ورچوال ماشین جور کردین در کجا؟ در یونایتد استیت. 3 دانه ورچوال ماشین دیگه جور کردیم و شما در کجا؟ در یونایتد. 3
سیدان و ورچوال ماشین دیگه مثال ما شما داریم یا کانتینر یا کمتر یا زیادتر در ایشیا. میتونین اینیا را بین یکی دیگه شون از طریق چی وصل کنین؟ از طریق چی؟ وینو ورچوال نتور همه گیشان را بین یکی دیگه شون. خب دیگه از او خاطر میگم میگه ورچوال نتور قابلیت تزیر میتن که ما ورچوال ماشین های خود در ریسورسس های خود که در چندین دانه ریژن مختلف است بین یکی دیگه شون بتانیم چی کنیم؟ ارتباط بتیم که رو به نام پیرینگ میگه اینجا میگه به نام پیر یاد میکنه. این ورچوال ماشین های ماست میتونیم با اپ سرویس با دیتابیس خود و این یکی دیگه شون کلن اینا رو چی کنیم؟ وصل کنیم مثل یک دیتا سنتر. دیتا سنتر ما فیزیکلی دی اینجا رک میدارسه باشیم وصل میکنیم در داخل ایجور همی ریسورسس های خدا وصل میکنیم از طریق وینت. هر ریسورسس ما ورچوال ماشین ما یک پابلک آی پی داره که اگه یادتان مانده باشم ما و شما که تزو تانستیم چی شویم؟ SSH چه؟ روزای قبلی کار کردیم نی؟ SSH ها میتونیم شویم دیگه میتونیم چی شویم؟ ریموت دستام در روزای اول که کار کردیم برکار. خب اینی قسمت ما خواندیم بازم یک دفعه من مرور میکنم. ورچوال ماشین های ما و شما میتونه جداگانه باشه سنگل سنگل باشه یک یک دانه میتونه چندین دانه باشه که چندین دانه شون مو ورچوال ماشین اسکیل چی میشه؟ ست میشه. یا میتونیم از طریق گفته مو شما از طریق چی کریت کنیم میاره؟ از طریق بچ یا میتونیم یک یک دانه ای کریت کنیم. خب اویلیبیلیتی زون داریم در یک ریژن ما و شما گفتیم بعد اتلیست چند دانه اویلیبیلیتی زون باشه؟ سه دانه. که یکیش داون شد دوتای دیگهش بر ما و شما سرویس بده. فیزیکلی از یکی دیگه جدا هستن، برقش، نتورکش، سیستم کولینگش جدا هست. اویلیبیلیتی ست چی هست؟ اویلیبیلیتی ست در واقع دو دانه ورچوال ماشین است که در دو دانه رک مختلف است بین یکی دیگه وصل است. اینی رک نمبر یک، اینی رک نمبر چی؟ فال دومین رکا و رکای جداگانه است. مثلا این یک فال دومین است، اینی دیگه فال دومین. این یک رک است، رک خود میشناسید اینی می صندوق که ریجی میبینید میره به نام رک میگن. در داخل از این سرور راوتر سویچ هر چیز مونده میشه. این دیگه فال دومین است. برق از این سیستم کولینگش، نتورکش، انترنتش جدا است. برق از این دیگر نتورکش، انترنتش، کولینگش جدا است. اگر اینی برقش قط شوه، این برقش قط نمیشه از خاطر ریدندنسی. اینو به نام چی از میکنیم ما شما؟ فال دومین. اپدیت دومینز به خاطر از این که ما و شما دو دانه سرور مثال یک جای میکنیم. مثلا چطوری؟ این یک دانه ورچوال ماشین است، یک دانه ورچوال ماشین، یک دانه سرور دیگه در بالا ازی میمانه. اینی با یکی دیگه شون کلاسترینگ میکنیم یا اپدیت دومین میکنیم. اگر اینی قطع شوه داون شوه یا آلدیدی اویلیبل هست به خاطر چی؟ یکان دفعه برق سر ازی قطع میشه ایده مینتیننس میره هاردویر ازی رو چنج میکنیم هاردسک ازی سرور ما رو چنج میکنیم ارتباط قطع نشه فانکشن قطع نشه وصل باشه میتونیم از یوز کنیم. این استیلات بود قبلا ما و شما خوانده بودیم. ورچوال نتورک پیرینگ چیست؟ ورچوال نتورک پیرینگ اینمیست که ما یک دانه ریژن خدا با دیگر ریژن خود در ایجور یک ورچوال نتورک با دیگر ورچوال نتورک مثلا اینی باشه در یونایتد استیت مثلا باشه ایده کجا در ایشیا اینا رو بین یکی دیگه شن چی کنیم؟ وصل. یا حتی میتونه هر دویش در سیم ریژن هم باشه. این یک ورچوال نتورک است از طریق سویچ وصل شدن اینا، این دیگه ورچوال نتورک است از طریق سویچ وصل شدن. میتونیم اینی دیدانه رو بین یکی دیگه شن چی کنیم؟ وصل. کمیونیکیشن بیتوین ایچ آدر ویتین دی سیم اور دیفرنت چی؟ ایجر ریژن. وقتی ما بخوایم ورچوال ماشین ها را ریسورسس ها را دیتابیس خود دیگه اینیا را بین یکی دیگه شان وصل کنیم او را بر نام ورچوال نتورک چیات میکنیم و شما پیاری دیگه داریم موضوع وی پی ان چی است؟ گیتوی. وی پی ان گیتوی چطوری است؟ تشریح میکنم برتان. اول بعد خود وی پی ان بفهمیم باز گیتوی شو برتان تشریح. یک دفعه حاضری کلاس شما رو بگویم بگیرم موضوع VPN Gateway گفت میزنیم.
وی پی ان گیتوی خودش چی است، به خاطر چی است فعالش؟ اول ما اگه استیلا داریم به نام چی میگیم شد؟ وی پی ان. وی پی ان مخفف چی است؟ ورچوال چی؟ پرایویت نتورک. وقتی ما دیتای خود از یک نتورک به نتورک دیگر از طریق دنیای اینترنتی انتقال میتیم، در داخل دنیای اینترنتی سیکیور هست؟ نه. اینترنت چی است؟ انسیکیور است، ناامن است، هزاران دانه هکر است. دیتای ما وقت از طریق اینترنت از یک سایت به سایت دیگر میره، ما باید یک کار کنیم که سیکیور باشه، امن باشه. از کدام فیچر استفاده میکنیم؟ وی پی ان. وی پی ان چی میکنه بالای دیتای ما که سیکیور میشه؟ یک، دیتا رو انکریپت میکنه. انکریپت خب میفهم، یعنی از حالت کد به حالت چی تبدیل میشه؟ وایس رفرنس مدل نخوندیم؟ دسن نتورک پلاس انکریپشن خیلی چطور نمیفهمیم؟ انکریپت به این معنی که دیتای ما از حالت عادی به حالت چی تبدیل میشه؟ کودک تبدیل میشه. دیگه دیتای ما و شما را برالاوی انکریپت آتنتیکیشن داشت کار میکنن. آتنتیکیشن یعنی هر کس که بخواید در اینمینجا دیتا را بگیره، دمی وی پی ان وصل شده، باید یوزرنیم یا چی داشته باشه؟ پسورد یا دیجیتال سرتیفیکیت داشته باشه یا فینگرپرینت ایگه پایش نیاز است. ای دو آپشن. دیگه انتگریتیس. انتگریتی یا به اصطلاح عام برتان بگویم هشینگ میکنه. دیتای ما شما رو چی میکنه؟ هشینگ. هشینگ به این معنی کار میکنه که اگر در اینی دیتا کسی تغییرات بیاره، ما بفهمیم تغییرات آورده شده، یا کم شده یا زیاد شده. و دیگه ای که همیشه کوشش میکنیم دیتای ما شما چی باشه؟ اویلیبل باشه. سایت انتی ریپلای باشه. پکیتا سیکونس نمبر داشته باشه که سیکونس نمبرش به هم نخوره. اینی کارا کلگیش در کجا اپلای میشه؟ در وی پی ان. دیتا وقتی که ازیسون هر پکیت میه، اینی می کارا سرش صورت میگیره، در مسیر را کس رو بگیره، انکریپشنش نمیفهمه، آتنتیکیشنش نمیفهمه، انتگریشنش نمیفهمه، هیچ کدومش. پس دیش تغییرات آورده نمیتونه، دیتای ما ریدم کرده نمیتونه. دیتا میای مستقیم دیشون، چون این طرف کلی از این پار میفهمه، میتونه دیتا رو باز کنه، بخونه و ببینه چی است. این کانسپت چی بود؟ مفهوم وی پی ان. که وی پی ان چی کار میکنه خودش؟ وی پی ان گیتوی خیلی چیست؟ وی پی ان گیتوی خوبیت هست، فیچر هست، خصوصیت های هست که ما شما در کجا داریم میره؟ در ایجور داریم. Used to connect on-premises resources to Azure over the public internet or to another Azure network. تمام ترافیک هایی که در ایجه میره انکریپت است. دیگه فقط یک وی پی ان گیتوی در یک ورچوال نتورک کریت کده میتونیم. میتونیم وی پی ان گیتوی خود در چندین جای وصل کنیم. یعنی چی؟ مثل پیشتر بر شما مثال بگویم، اینی هستک ریسورسس ما و شما در یو اس، در ایجور. اینی هستک ورچوال ریسورسس ما و شما، سرور ورچوال ماشین های ما، سرور های ما، استوریج ما، ایگپ های ما در کجا؟ در ایروپ. اینی است که دیتا سنتر فیزیکال ما و شما، یعنی آن پریمیسس نتورک که ما و شما خود ما داریم، در مینج فعلا رک است، راوتر ما است، سویچ ما است و دیوائس های ما است. ما میخواییم یک ارتباط سیکیور بین از اینجا و از اینجا کریت شد، یک وی پی ان گیتوی در اینجا کریت میکنیم، یک دانه وی پی ان گیتوی دیگه در کجا کریت بکنیم؟ در اینجا کریت. مثلا یک وی پی ان گیتوی دیگه اینجا کریت. وی پی ان گیتوی میتونه ایجور را با ایجور وصل کنه، فرق نمیکنه، یا میتونه ایجور را با کجا وصل کنه؟ نتورک فعلی خودم.
و دیتایی که در داخل از این می سند میشه، در داخل از این می وی پی ان گیتوی، تمامش همون محتویات رو که گفتیم داره، انکریپشن، انتگریتی، آتنتیکیشن، هشینگ، کلگیش دیگه هست. دیتای ما گفتیم کلگیش به کدام شکل میره؟ انکریپت. اینی ایجور است، میتونیم وصل کنیم با نتورک خود، میتونیم وصل کنیم با یک نتورک دیگه به شکل پرایویت کنکشن. اینو براتون تشریح میکنم. ای کم میتودز فرق، ای به نام اکسپرس راوت است، ای به نام وی پی ان گیتوی. ای دوتا از یکی دیگه فرق داره، وی پی ان گیتوی با اکسپرس راوت. پس وی پی ان گیتوی رو ما شما فهمیدیم که بخاطر وصل کردن سایت ها است. وصل کردن از این خود توسط ورچوال نتورک هم میشه. تفاوت از این با او چیست؟ این به شکل سیکیور و تمام دیتا را انکریپت روان میکنه، او بدون انکریپت روان میکنه. امکان داره در وسیر راه هک شود. خب میایم در قسمت اکسپرس راوت. اکسپرس راوت چی میکنه؟ اگر ما بخوایم فکر کنیم در افغانستان خواهی اکسپرس راوت اصلا استفاده نداره، در کشورهای دیگه باز میتونیم ما از استفاده. فکر کنین یک کمپانی است. کدام کمپانی رو مثال بزنیم بر شما؟ مثال بر شما میگم نتفلیکس، یا مثلا تی ان تی، یا مثلا هر کمپانی دیگه ای که باشه. اینیو نتورک های خودش است، سرورهای خودش است، دنجور خود دارن اینا سرور دیجا. یعنی نتورک از یا چی گفته میشه اینجا؟ آن چی؟ آفر پریمیسس. میخوای با ایجوری رو وصل کن، ولی از طریق انترنت نمیخوای بره. پیشتر خواهی از طریق چی میرفی؟ انترنت. از امی کمپانی خود مستقیم تا به ایجور را کیبل فایبر نوری مندازه. کدام کیبل میبره؟ فایبر آپتیک. ایره باز میگه پرایویت کنکشن. چی از میکنم؟ پرایویت کنکشن یعنی ارتباط پرایویت است. از این کیبل فایبر نوری دیگه کس استفاده کرده میتونه؟ نه، تنها مربوط اینمی کمپانی است. هر کمپانی رو همینه. خب سیکیورتی یک موضوع است که ما همیشه میگیم سیکیورتی رو که 100% تضمین کده نمیکنه. وی پی ان درست است، خیلی سیکیور است، ولی ممکن است از پیش ما یک جایش لیک شد. یعنی مثلا اگه انکریپشن رو پیدا کنه، آتنتیکیشن ما رو پیدا کنه، میتونه پس ان سیکیور دیتا رو بگیره. خب تفاوت وی پی ان با این دی چی بود؟ وی پی ان از طریق انترنت میرفت با این وصل میشد، و انترنت نسبتا دو کشورها ارزان تمام میشه. اینجا ارزان تمام میشه. انترنت مثلا اینجا یک این بیش $50 است، در حال که مثلا در خارج اگر ما شما $50 بتیم، شاید در مقابل $50 بالای 200 ام بی انترنت بگیریم. باز پرایویت کنکشن بر ما شما چی است؟ قیمت تمام. ولی با سیکیور هست، از خود ما از 24 ساعت میتونیم استفاده کنیم، مستقیم از اینجا به اینجا ما شما رو وصل میکنیم با اسپید خیلی بالا. ای به نام چیات میشه؟ اکسپرس راوت. اکسپرس راوت let you extend your on-premises networking into the Microsoft cloud. یعنی on-premises network خود میتونیم در کجا وصل کنیم؟ تو در cloud وصل دیگه. موضوعی که ما شما داریم اینه، تفاوتش ده چیست؟ اکسپرس راوت کنکشن don't go over the public internet network. از طریق انترنت چی؟ نمیره. ای سپیدش سریع است، و از طریق چی؟ سیکیورتیش بالاست، لیتنسی نداره. از طریق چی خیلی انتقال میکنه؟ ای از طریق یک کنکشن مستقیم میره. فکر کنین مثلا اینی ما هستیم، کستومر هستیم، تی ان تی یا هر کمپانی که مثال گفتم بر شما، نتفلیکس بگویم، هر کمپانی رو که شما میگین. اینی آی اس پی اس. بعض وقتا ما کیبل فایبر نوری رو خودمون نمیدانیم، از کدام کمپانی میگیریم؟ از آی اس پی میگیریم. مثلا شما اگه بخواین یک نتورکتان از کابل
به هرات وصل کنین، یک کمپانی است به نام افغان تلکام، کمپانی نیست دیگه، یک دفتر است، ارگانیزیشن است، از او کیبل فایبر نوری میگیرین، از این تا اونجا شما رو وصل یا من این شکل است میگیره، به این شکل ما شما رو وصل ISP با مایکروسافت ایج وصل میشه، مایکروسافت ایج ما شما رو با ایجور وصل. این علامت، علامت چیست؟ ورچوال چی؟ نتورک. خوبیت از این دیست که از لحاظ کاست هم خوب تمام میشه و دیگه پرایسینگ از این بر اساس چی است؟ پرایسینگ از این بر اساس از این که دیتایی که آوت میشه، من این رو برتن چندین بار گفتم، دیتایی که ان میشه فریز، دیتایی که آوت میشه چی میکنه از موشبا؟ چارجز. مثال شما هر چیزی که در کلاود بندازین چارجز نداره، فریز. وقتی که دیتا رو دانلود میکنه یک نفر یا خودتان بازونو خواست شما پیمنت میکنه، طبعا ما که دیتا رو مندازیم خواهی یک وقت رو دانلود میکنه یا استفاده میکنه. دیگه خوبیتش دیست که کپیبیلیتی زیاد داره، راوت زیاد رو ما و شما میتونیم وصل کنیم، کنیکتیویتیش فلکسیبل است، بدل خود ما و شما است. اگر یادتان مانده باشه ما شما در درسای اول یک بخش خوانده بودیم به نام ریجن، ریجن های گپار که گفته بودیم، اونمون ریجن هایی را که در اوجه خواندیم کلگیش کت فایبر نوری وصل است، اما وقتا ما بر شما گفته بودیم ایتو نیست که اونا فیزیکلی وصل باشن، نه، همیشان توسط چی وصل هستن؟ فایبر نوری. مثلا این یک دانه ریجن است در برازیل، برازیل با مثلا اروپا فایبر است، با امریکا از چی وصل است؟ فایبر. با مثلا اینجا فایبر نوری است. ایندیا مثلا با ایشیا، با یا هر جای دیگه، با قطر، با اینجا از طریق چی وصل هستن؟ فایبر. اروپا با امریکا فایبر است. اینا اگر ما شما مثلا یک دیتا سنتر داریم در اینجا، مثلا در برازیل، میتونیم میره کمرازی کت فایبر وصل اونمو اکسپرس راوت میشه، یا مثلا ما شما در افغانستان هستیم اینجا، میتونیم با قطر یو ای یا مثلا با ایندیا با ایجورشان از طریق چی وصل شاییم؟ فایبر. اونمو رو بنام چیات میکنه بر ما شما؟ اکسپرسی راوت. سیستم بلینگش هم گفتیم هر چقدر دیتا بخواییم میتونیم بندازیم، هر چقدر دیتایی که ان میشه فری است، مگم وقتی که اوت میشه از موش موشی میکنه چارجز. خب دیگه میریم به قسمت چی گپ میزنیم موش ما؟ لود بالانسر. لود بالانسر چی است؟ اول خود لود بالانسر یک دیوایس است، فایروال، راوتر، سویچ، دیگه برای شما بگویم اینیا لود بالانسر، اینا همیشون دیوایس هست. سنسای کنین لود بالانسر F5 ما بر شما مثال بزن. از کمپانی های مختلف هست، اینو تو یک خود از یک دیوایس هست. لود بالانسر از نامش پیداست، یعنی لود ترافیک میایه او رو سر چندین کمپیوتر، سر چندین سرور چی میکنه؟ بالانس میکنه، تقسیم میکنه. میتونین از کمپانی های دیگه هم از غیر F5 این لود بالانسر داریم و شما دارید. ما میتونیم سرور خودا، سرور ما را، این یک سرور بخریم، یا حتی اینی کمپیوتر ما دو نایسی کارت یا چهار نایسی کارت داشته باشه، این به شکل ورچوال لود بالانسر هم کدم. لود بالانسر ها قیمت خیلی زیاد است و مثل فایروال سالانه لایسنس نیاز داره. لود بالانسر چی میکنه؟ ما یک وبسایت داریم مثلا، مثل فیسبوک، مثل پیشتر نتفلیکس مثال زدیم، مثلا سیستم بانکی است، عزیزی بانک، کابل بانک، اینا ما شما داریم مثلا چند دانه سرور؟ 400 دانه سرور داریم. در کجا لانچ کردیم همه از اینا را؟ در ایجور لانچ کردیم. اگر ما لود بالانسر نمانیم، مشکل دیست
اینیشون کستمر ما و شما هست. مثلا ما و شما چه کستمر داریم؟ 1,000,000 کستمر داریم اکسس میکنیم. اگر اینی 1,000,000 کستمر بیایی یک دفعه سر یک دانه از اینی سرور رو اکسس کنن، دفعتن سرور ما چی میشه؟ داون میشه. یکی داون شد بیایی سر دیگه سرور اکسس کنه، اوم داون میشه. ما میگیم نه یتنه باشه یک دفعه بیایی سر ازی لود بندازه بازو نتانست بیایی سر ازی، نه بجای ازو ما اینجا یک دانه چی میمانیم؟ لود بالانسر. مثلا ما ایکن شو به این شکل وقت ترافیک میایی کل ترافیک میایی اول در لود بالانسر، لود بالانسر لود را سر ازی نی سرورا چی میکنه؟ تقسیم میکنه. سرورا پس که ریکویست داد پسی روان میکنه به ایچه هر کستومر ما که اکسس کرد. مثلا فکر کنین 1,000,000 داشتن، مثال من میگم 1,000 در این زمان سر عزیز، 1,000 در این زمان سر عزیز، 1,000 دیگه سر عزیز، 1,000 دیگه سر عزیز، 4,000 در این زمان. این حالا ما چند دانه سرور گفتیم داریم؟ 400 دانه. این وظیفه چی است؟ لود بالانسر. محدودیت چرا داره؟ ولی ما و شما ایجور محدودیت نداره. در ایجور به خاطر از این که ما و شما فیزیکلی لود بالانسر نداریم، نه؟ ورچوال لود بالانسر داریم. هر چقدر که بخواییم میتونیم. اگر یک دن لود بالانسر کم بودی کنه، مایکروسافت دیگه لود بالانسر بر ما و شما جور میتونه، ما میتونیم لود بالانسر. باز اینی که دیوائسش باشه داره محدودیت. یعنی به اینی شکل باشه. او باز در اسپیسیفیکیشنش نوشته است که یک لود بالانسر چند دان هزار ترافیک میتونه لود بالانس. لود بالانسر ها وظیفه‌ش این است که دیستریبیوت کنه، توزیع کنه ترافیکی که این میشه و ترافیکی که چی میشه؟ اوت میشه. در داخل یک نتورک. خوبیتش ده است که دیلی، لیتنسی، تاخیر به وجود نمیایه. اگر فکر کنید یک پکیج بیای، یک کستومر بیای ببینه که نوبت است، یا این نوبت از این 1,050 باشه تا از دیگاه پروسس شود چقدر تاخیر میایه و فست پروسسینگ شود، های تروپوت این و اوت زود چه. ما میتونیم پابلیک لود بالانسر داشته باشیم، میتونیم کدام نوع لود بالانسر داشته باشیم؟ پرایوت. پابلیک لود بالانسر اوز که به دنیا اینترنت وصل میشه و کستومر میدهش اکسس میکنه، یوزرهای ما اکسس میکنه. پرایوت لود بالانسر بر نتورکای داخلی خود ما هست، به خاطر منیجمنت بهتر ما شما از این چی میکنیم؟ استفاده. مثلا اینی اینترنت است. از اینترنت مثل فیسبوک، یوتیوب، امثال از اینا میلیون ها کستومر میان. اینجا لود بالانسر است. لود بالانسر تقسیم میکنه سر چی؟ سرورا. این چی باشه مثال؟ سرورا باشه. این سرورا باز بعد به از دیگه سرورا پروفایل را یک پاره چی کنه؟ اپلود کنه بگیره. باز ای که میه مستقیم نمیره در طرف سرور، باز میه یک لود بالانسر دیگه. این کدام لود بالانسر میگه ما شما؟ پرایویت. باز این سر سرورهای دیگه تقسیم میکنه. باز از این ریکوست از این سرور گرفته میشه، در اینجا داده میشه، میره به دیگه. فیسبوک یک دفعه ویدیویش در اول که مانده ایم اینطوری میشه. باشیم ما بازم برتن نشان میتونیم. یعنی میدونی؟ یعنی میگه وقت شما facebook.com چی میکنیم؟ ریکویست میکنیم سرورا ایج است که از انترنت ریکویست این همه سرور است. این سرور رو از این سرور ریکوست میکنه، پس در از این میتر بازدو چی میکنه؟ به یوزر میکنه. یعنی فکر کنید یوزر این اینجاست فیسبوک،
دات کام ای تایپ میکنه، انتر میکنه. ایمیل لود بالانسر، لود بالانسر سر از این سرورهای اول چی میکنه؟ تقسیم میکنه. این سرور رو باز میره سر لود بالانسر دیگه. پروفایل از اینیا میگیره، پس برای از ایمیل باز ایمیل اینجا باز میره به یوزر. توسط چی صورت میگیره؟ لود بالانسر. اگر ما شما بخوایم یک لود بالانسر جور کنیم چطوری جور میکنیم؟ میمده اینجا، میمده این قسمت اینجاست لود بالانسر. اگر نبود میتونیم تایپ کنیم. در لود بالانسر میمده ما میخوایم یک دانه چی کنیم؟ لود بالانسر کریت بود. میگه لود بالانسر کریت میکنیم، سابسکریپشن تا نمیستک، میگم آه ریسورس گروپ نداریم، ایزی کلاس میگیریم. نام لود بالانسر تان چی میمونیم؟ میگه با نام پابلیک زوم بایت لود بالانسر. در کدام من چی باشه؟ ریجن باشه، هر جایی که سرورهایتان بود میتونید در موزه بگیرید. سال ما میگیم که در ایشیا نباشه، در اروپا باشه. پابلیک باشه یا انترنال، میبینید؟ بر بیرون میخواین اینه یا بر چی میخواین؟ داخل میخواین. تنها بر ریژنال، بر امو ساحه میخواین لود بالانس کنی یا بر کل گلوبال؟ آی پی پابلک شهیجه میتونین اختصاص بده، چون اینا دی سی پی زوتومات خودشان میگه. میتونیم کریت کنیم. ما شما با سرنویت های لود بالانسر میریم روز بعدی صحبت میکنیم، میگیم چند رکم.